تارو یه کاری باید بکنیم، دوتاییمون بریم اونجا. بالاخره من مامان بزرگشم، هیچ که جایی نمیره. چند روز دیگه بچه ها همینجا پیش شما. پرونده باز میکنم. تو نمیتونی بچه بزرگ کنی. دلیل اصلی طلاقت هم همین بود. اگه قبلا انقدر با محبت بودی، الان حال و روزت این نبود. میذاریم فکرامو بکنم یا نه؟ تو نمیتونی برای کسی خوب فکر کنی. بذار بچه ها همونجا بمونن، باباشون خوب بزرگشون میکنه. اونجا بمونن ممکنه. ممکنه که چی؟ بگید حرفتونو کامل کنی. اگه اینجا بمونن چی میشه؟ بدبخت میشن. کی بزرگشون میکنه؟ من چرا بزرگشون کنم؟ مامان بزرگشون هست دیگه، اون بزرگشون میکنه. بچه ها رو ازم گرفته و زندگی آروم میداره. منم آرامشش رو ازش میگیرم. به دکتر میگفت که مادر بچه هم مرده. منم بهشون ثابت میکنم که باباشون خیلی وقت مرده. تازه ادعای مادر بودنم داره. اگه جای تو یکی دیگه میبود، برای بچه بیقراری میکرد و پیشش میرم. من دیدمش مامان. خیلی دور وایساده بود و فقط نگاش میکرد. وقتی داداش افسر داشت اسدو میبرد. آخه تو حتی زحمت نکشیدی به دست زخمیش نگاه بندازی. آره نگاش نکردم، چون دادگاه قراره اونو ببینه و به نفع من تصمیم بگیره. در ضمن تو کی هستی که توی مسائل من دخالت میکنی؟ بیا تمنا. بفرما. 4 روز پیش وسایلشو جمع کرده ولی هنوز نرفته. تا کی میخوای وارد دل ما بمونی خواهر؟ اولش که عموت مرد، بعدشم که شوهر طلاق داد، دیگه چی میخوای؟ با اجازتون امروز آخرین روز مدرسه بود. نه دخترم، تو هیچ جا نمیری. امام مسجد قراره بره پیش ازهر. من نمیذارم جایی بری. نمیتونم اینجا بمونم. اینجا دیگه هیچی برام نمونده. نه من نمیذارم تو جایی بری. از دوشنبه میتونی بری مدرسه، من با مدیر حرف زدم. اگه ناراحتی از من دیدین، حقتون رو حلال کنی. نه خیر دخترم، تو جایی نمیری، کنارم میمونی. اوف باز شروع شد خدایا. جسه از من از میزه جدا، جسه